خدافز ما یه قندون بردیم علیکی با این چی نبردیم دو تا شله سوس من که ازا کوچه میگم این بازی کار اسرائیل و امریکا بود که ما رو ضایع کنه هیله جون چه سوالی داری در جزایر تایلند پاتایا نه ببخشید اینو میتونی بگی چون اینا منتظرن بچه ها که تو یه چیز نقطه ضعف رو بگی دیگه تو ویدیو همش نمیتونی بگی ایران خوبه که درسته؟ من همیشه نگفتم سلام سلام مثل همیشه به کانال ما چیله؟ خیلی خوش اومدیم خیلی خوش اومدیم رفقا اومدیم توی هوای 34 درجه آره به این پارک جنگلی سراوان خیلی قشنگ هست؟ آره خیلی قشنگه خدایی نیومده بودی تو من یه بار قبلا اومده بودم آره چند سال پیش تو تنها رفتیدم بریم پس بریم یه دونه از این قوا بگیریم اینه بریم این دریچه بریم چه شکلی به بچه هم نشون بدیم بریم ببینیم ماما همراه باشید ولی خیلی گرمه خیلی گرمه خیلی گرمه بریم خب این صورت این کشتی رو دنگه قایقا رو میگیری میریم به سمت درچه مصنوعیه این چیزایی که روش ریختن ولی خب یه درچه کوچیکه تا اون تم میریم حالا میبینیم ما هم رو بگیریم بلیتش هم چقدر بود؟ بزنیم شلسوس ها بلیتش چقدر کردن؟ دو نفره 1,000,000 ریال میشه 100 تومن بریم ببینیم چه خبره ولی باحاله هیله بیا کلیده نیفته کلیده نه این سبزا خیلی قشنگ آره من خیلی دوست دارم نمیدونم چی ازش پرسیدم مصنوعی گفت نه ولی جاذبهش همینه دیگه پارک جنگلی سراوان جاده تهران یعنی از سمت رشت به تهران مخابی همین اوائلشو بچه ها اگه اومدید حالا رشت یادتون نره تو این طبیعت زیبا بیاین و ای کاش یکم آزادتر بودید یه شیرجه هم میزدیم آره خیلی گرمه ببین گرما بد نیست نه گرما بریم تو سایه توضیح بدم میدونی آقا گرما بد نیست ببین الان ترکیه هم گرم درسته اینه؟ درسته ترکیه هم گرمه بشیم ولی گرما رو من همش میگستم به دوستا و اصلا آشنا میگم آقا گرما رو با یه رکابی و شلوارک میشه سر هم آورد آره خدایی میشه میشه ولی اینکه بخوای شلوار یا مثلا لباس بلند ولی ما اصلا کوتاه می پوشیم ولی خب شلوار می پوشیم خانم ما دیگه خیلی دیگه راحت تر خانم فقط تیشرت پوشیدن آره نسبت به قبل خیلی بهتر شده لباسی هم نپوشیدن ولی باز اگه مثلا راحت تر بشه خب خیلی بهتر و دیگه اشکال نداره دیگه خیلی پارک بزرگی هیل اینجا چیزای جالبی داره ولی خب مهمترین چیزش همین شلسوسی که اینجا پدال میزنی و میری تا اون طرف جاست خالی بچه هیله جون آره چه سوالی داری در جزایر تایلند پاتایا نه ببخشید چرا بال نه آره آره آلی بح 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 بچه ها اینو قشنگ میگیرید و سقف هم قشنگ زده برای تو خیلی شیپ شاپ افتاد لامصب کثافت زدم ولی واقعا حسال خوبی داره مردم هم میشنن گوشه برای خودشون این طبیعت رو نگاه میکنن اینجا عکسای خیلی قشنگی هم میگیرن شب سوسا بعضی وقتا یه سری مارام کلاش میادن اینجا بیرون خب هیله آره خودتو داری آماده میکنی برای المپیک آره آره واقعا نظرت چیه در مورد طبیعت اینجا چون بچه ها میگن که هیله رو مجبور نکن به زور بگه همه چی خوبه اگه چیزی بده هم بگه آره ولی اینجا چی بدی هست والا با خدا منم همینو میگم آقا منم همینو میگم والا ما جای خوب میریم تو ایران مثلا چیزای خوب میبینیم خب دیگه بنده خدا داره تعریف میکنه من نمیگم ولی مثلا بزور. چیزی نمیفهمم همه دوست دارم مثلا من همیشه مثلا یه چیزی بد باید بگم از ایران همه کشور تو کل دنیا خوب و بد داره همیشه میگم درست آره اینجا اصلا چی بد نداره الان آره اینجا خیلی قشنگه اینجا چیز بد نداره آره منظورش همین لوکیشنی آره. که الان هستیم الان امین اینو گرفت ما آره. داریم میرون آره اینجا آره اینو بگیرید اینجا راست میگه چیز بدی نداره ببین وقتی یه همچین محیط قشنگی میای مثلا این پشت ماست نگاه کنید همینجا که داره میزنه مثلا قشنگه آره اون لاک پشته لاک پشت دلیلی نداره هیله مثلا بگه آقا
اینجا بعد من نمیگم مثلا باید به زور تعریف کنه، خودش چش داره میبینه. آره. چیزی هم بد باشه میگه، همیشه گفته. آره ولی کلا من این بیا آدم مثبت هستم. بله. و زیاد دوست ندارم برای چیزای منفی صحبت. ای بابا این آب ماه این شیت یعنی زدیم به همه چی. آره راست میگه، دوست نداره چیزای منفی صحبت کنه. ولی نه من اینجوری اصلا نیستم. مطمئن باشید بچه ها چیزی که میگه خودش میگه و این زیبایی ها با من دیدنیه. دمت گرم ایده جون، دمت گرم. برو جلو، برو جلو. آقا این پشت ما خیلی جدی گرفتن، اینا فکر کنم مسابقه المپیکی چیزیه. آره فکر کنم. صدای پا زدن رو گوش کن. بمون بمون اینو بمون. اصلا خیلی جدی گرفتن، انگار مسابقه است. شاپاپ شاپاپ. بمونه این که اونا میرن. آره آقا بیا برو آقا بیا. خیلی جدی گرفتن. نه بزاره. آروم پا تو بزن از این طبیعت بک لذت رو بمون. دیگه پا نزن. دیگه پا نزن. لذت ببریم. اصلا اونها مثلا اونها کالری میشوزن. نه با اصلا مسابقه است. خیلی قشنگ دارم خیلی با متانت و آرامش پدالشون رو میزنم. بچه ها عکساشون رو گرفتن. فقط یه کروکودیلی چیزی از این بیرون نپری و ما رو بگیره صلواتت. یعنی فیلم های ترسناک بود یادت اینه؟ آره آره. یهو مثلا داری حال میکنی میگه او بیبی سو بیوتیفول نیچر. بعد یهو یه کروکودیل میاد بیرون. چی شد؟ یهو یه کروکودیل میخوره. این حس رو اینجا به آدم میده. یهو از این زیر یهو یه چیزی بگیره تو. ولی در کل چطور بود؟ من که حال کردم. من قبلا اومده بودم ولی تنها. ولی الان با تو الان فکر کنم بیشتر حال میکنیم. آره دیگه با هم داریم حال میکنیم. ولی الان مثلا یه نوشیدنی خنک هم این وسط سرو میشد خوب بود. آره یه آب یخ بردیم ولی آره آب یخ. به به جاتون خالی بچه ها، جاتون خالی. پا بزن اینجا، پا بزن که دنیا درست. ماشاءالله خوب پا میزنی اینجا. بزن بزن. آره آره بسشکارم. ماشاءالله ماشاءالله. آفرین آفرین. دم مردم هم گم. همیشه به هر حال همیشه گفتم هر مشکلاتی بوده هر چی بوده بذار که مشکلات تر بشه همه چیز، ولی میانو لذت میبرن دیگه از این زیبایی هایی که هست. و واقعا این لذت ها رو نبرن یه سری چیزا تو ایران واقعا سخته. همین لذت های کوچیکه که دیگه به هر حال بچه ها تحمل دارم همش میگم. ولی جنگل بزرگیه ایله. آره یعنی شما این جنگل خیلی بیشتر میتونه پتانسیل لامصب داشته باشه. فقط همین نه، لامصب یکم یا باید بیشتر به نظر من. خیلی جنگل قشنگه اینجا برای کمپ و اینا حال میده آیله. آره ولی متاسفانه برای شب امن نیست. آره جلو هم نوشته شب نباید. امن نیست دیگه برای خوابیدن اینجا. امن نیست، سیف نیست. جنگل سراوا معروفه ایله. هم حیوان داره هم آدمای راهزن بعضی وقتا اینجا میزنن. یعنی میان میزنن. میشه میگم باید خیلی مواظب بود. شب نباید. شب برو خونه بخواه. شب نباید تو این جنگل مون بچه ها. مواظب باشید. این درس اخلاقی جنگل سراوان بود. ایلا خانم لنگرا رو بکشیم بریم که 20 دقیقه ما وقت داد. نه بیا عقب داریم میخوریم به یاتاقان نسوزونیم. بیا عقب فرمونه بگیر اون بر. آفرین. بریم که تحویل بدیم و بریم با ماشین یکم تو پارک جای دیگه شو بدنشون بریم. جای خاصی نداره. حالا بریم جلو. بریم اینه جون. آره بریم بریم. امیدوارم بچه شما هم از این طبیعت زیبای جنگل سراوان در گیلان خوشتون اومده باشه. و دوستان عزیزی که اون پشت دارن به ما باز ملحق میشن و هیله خانمی که همچنان داره رکاب میزنه. گیلان اومدید، رشت اومدید، جنگل سراوان یادتون نره. مخلصم. این هم نگاه کنید بچه ها. همون به به جنگل ها شده. همون آلاچیقا رو که میبینید دیگه اینجا مردم کباب و نهار رو. آره اینجا بوی قسم میاد.
گوش کن این بلبلو، گوش کن. به به به، ولی همونقدر که این طبیعت زیبا داره به این حال میده هیله، واقعا اینو میتونی بگی، چون اینا منتظرن بچه ها که تو یه چیز نقطه ضعف رو بگی دیگه. تو ویدیو همش نمیتونی بگی ایران خوبه که، درسته؟ من همیشه نگفتم آره. نه من زمان گشت با شوخیه، شوخی دارم، ولی واقعا دستشویی ها تو ایران اصلا ببین اصلا... یعنی امین من زن بینجا 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 بله شما زن آره. حالا به دو تنیه چه اصلا کنم چه ولی زن... بله شما زن هستی بیدم. مثلا دستشوی بیرون زنانا اصلا اینقدر کسی مردون هم همینه ایده جان آره مردوز هم فرق نمی کنن دشتی بیرون اصلا کسی چرا؟ مردوز هم تا همه چی برابر خیلی کسیفه هیچ که اونجا رو تمیز نمی کنن. این نقطه ضعف ایرانه دوستان که ایلم همیشه به هم بگه. اولا که ما دشتی سرویس داشته خیلی کم داریم تو جامعه عمومی جای عمومی. بعد که توش انقدر کسیفه ببینی اینقدر گاز توشه، یعنی یه فندک بزنی آقا یه فندک بزنی میتر که گاز. آره ولی امیر هیچ که اصلا دستشوی اینجا رو تمیز نمی کنن دیگه. نمیدونم والا الان 100 تومان که از ما برای دوتا قایق گرفتن بقام اینا رو خرج اینا نمیدونم کجا میکنن والا نمیدونم. این درخت هم که واسه خودشون دارن بزرگ میشن کلی بله دیگه سرویس بهداشتی آقا هم بیشتر کنید، همیشه تمیز نگه دارید لعنتی ها. واقعا آقا آدم میره اون تو احساس میکنه تمام بیماری ها رو گرفته. من نرفتم. این چقدر قشنگ خانم داره اونجا گریل میزنه، موزیکشون رو دارن و حال میکنه. در ضمن اینجا پینت بال هم داره بچه. آره کلا جوش جو باحالیه. بعد بعد زیر درخت ها هوا دیدی خنک‌تر هم بودید. خیلی خنکه. آره بابا هوا خنک. بعد بریم اینجا دیگه نهار بخوریم. آره حال کردم مثلا جوری جوری که کباب بازی میشه که توش. یعنی واقعا درخت ها گرما رو میگیرن. خیلی زیر اون جنگلی که بودیم هوا خیلی خنک‌تر بود. خدا خواه آفتاب هم که نمید. ولی اینجا هم پینت بالشه بچه. باز اینجا به نظر من یکم شبیه یه جای نروژه. آره نه اگه اون آخه جنگل تو شمال اصلا خیلی شبیه جنگل نروژ. آره جنگل جنگل راست جنگل جنگل. آره یه دونه دنیا فقط درخت ها فرق میکنه. این درخت فرق نمیکنه ما داریم اینو داریم. آره خیلی زیاد خب باشه ایده جون بریم بریم. آقا این رفیق ما رو صدا کرد که میخواد این بازی بشکن نشکن جایزه ببر و دم شما گرم یه توضیح به ما بده. ببینیم قهر لیوان بشکنیم؟ نه من دوست دارم 5 تا استکان داریم. بله 5 تا رو بریز زمین شکستن مهم نیست. آره با همون توپ از همون فاصله 5 تا رو انداختی یا عروسک میدم یا 300 تومن پول. 4 تا رو انداختی توپ به جایزه میدم. دیروز این همه بردن این دوتا رو میگی آقا 3 تا رو قندون میدم قندونم بردن تازه امروز دیدم یکی دوتا جایزه نداره. هر پرتاب 30 تومن هر پرتاب 30 تومن 3 تا 4 تا 5 تا بیفته زمین تمام. ما دو تا پرتاب میندازیم کارت خان داری از این بله ما دو تا پرتاب میندازیم با امید این خرسا رو. من یه عروسک خانم ما خدای خیلی دوست داری خرس ببره. دوستانم جلوش صرف راست شم داداش انشالله شل سوستونم الان میزنم خود تیم میندازم کل اینجا رو میندازم پایین. مواظب باشی خانم خان پیدا یه پرتاب دارم هر پرتاب 30 تومن 3 تا 4 تا 5 تا بیفته اینو بگیر کراس من تعطیل اونا. بریم اونجا رو مواظب اونجا باش من بریم شام اینجا منو بگیر منو بگیر بریم اینو بگیر منو بگیر بله بریم برای پرتو بزن ان شاء الله برده و بر بده قدم میشه بزن اینا تمومش کن. بریم سه خدای یه چیزی اینجا هست بریم دو بریم تمام یا بوسی آقا چیه بار کردی یعنی چی من اینو نمیدونم تو بار لاش بگیر من چی کار داره میکنه یم زدم یه دونه دیگه میدادم تو یه دونه دو بم بده قدم میشه تمامش وای بابا این است این باگ داره این بازی داداش داداش این بازی باگ داره اینا تو بنداز بریم خانم بزنه به شما یه دونه تو بنداز ایله جون اومد شام کن اینا من دو تا شما بنداز بازی باگ داره ایله آبری ما رو نبر وای کیک بزن ماشاءالله دو چند تا زد دو تا هم جایزه نداره باش که وسطی رو زدی بابا دو تا هم جایزه ولی خب دو تا زدی تو پیش من جایزه داری بریم ماشاءالله تمامه بزن ایله جون بزن 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 خرسو ببریم 3 2 نه یا علی مدد دم شما یه پرو شدم اشکال نداره اشکال نداره حالشو بردیم دم شما گم داداش آدرنالین ما رو بردی بالا دمت گم. اسم شما داداش من پیمان کوچیکه پیمان جان پول مهم نیست مهم اینه که به ما انرژی بالایی داد.
خدافظ. ما یه گندم بردیم علیکی. ما هیچی نبردیم. دو تا شله سوس من که اصلا کوچش می‌داشتم. من چرا اونقدر بالا زدم؟ آخه من پرو شدم دیگه. به نظرم بازی یه باگی داشت. آخه بازی خوب. نه من مشکوکم میده. کار اسرائیل و آمریکاست. والا. این بازی کار اسرائیل و آمریکاست. خواست ما رو تحقیر کنه کسافت. آقا میگم این بازی کار اسرائیل و آمریکا بود که ما رو ضایع کنه. این جنگل و این لگه را بلد، یعنی کسی که جنگل اینجا رو بلد باشه باش بیای ساعت ها میشه توش پیاده روی کرده. چی رفته شد؟ نمیدونم یه حیوان. این بر این رودخونه ناکنون تو اون باش ناکنون میری عشنگ میشه پیاده روی کرد. ولی چقدر خوب میشه مثلا اینجا مثل نروژ تو جنگلاش درخت ها همه چی علامت گذاریه و نشون میدی کجا پیاده روی کنی کجا مثلا اینجا؟ نه تو نروژ دارن. آره رنگ میزنن خیلی که گم نشی. آره. خیلی خوب میشه مثلا تو جنگل این سراوان هم خیلی میگه خیلی جالبه اصلا. آره. این برای شما نگاه کن مواظب باش. اون برای همینجور ته دوباره جاده ولی خاکی دیگه با ماشین نمیشه رفت. آره اصلا کلن خیلی باحاله. آره آره من گفتم اونجا تو باید اینجی اونجی 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 من اینجی اینجی نه. ولی واقعا جنگل قشنگی بود. خیلی قشنگ حال کردیم و با صفا بود و آره. بریم ببینیم میتونیم یه اسکموی توت فرنگی پیدا کنیم این دفعه جون. چرا نه من تا حالا اسکمو توت فرنگی نخوردم دوستانم بخورم. خوشمزه است. الان فصل توت فرنگی است. بریم ببینم اونجا داره یا نه. آره بریم. جاتون تو این جنگل زیبا خالی و این آرامش یه لحظه گوش کنید. خب دیگه اینم از ولاگ امروز ما ایلا خانوم. آره جنگل رو دیدیم هوا گرم بود دیگه زود برگشتیم سرتون داریم از این اسکمو هم دوباره ما اسکمو توت فرنگی و تمش تمش خریدیم. واقعا اینا خوشمزه است. الان هم یه دونه از این کبابای کره کباب اینجا هست. نگاه کن کره کباب محموده جان داداش دم شما گرم. دم شما گرم از این کره کبابا هست. نگاه کن اینجوری لقمه رو قشنگ میگیره وسط نون. اینم بزنیم نهار به بدن و حالش رو ببریم. جا تو خالی امیدوارم که از این ولاگ کوتاه راضی بودید. تاریکه ایل جون خیلی تاریکه. خدا بزی کن با بچه ها. خدا بزی بچه ها. جا تو خالی جا تو خالی و تا ولاگ بعدی و ویدیو بعدی خدافز. چکریم.